سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه عزیزان. ستاره هستم. آموزش امروزمون نصب فورمر هست که با همکار رو شروع میکنیم. برای شروع کار دوستان عزیز، ما قسمت مرکزی رو در آوردیم و با قیچی برش هایی که نیاز هست و با قیچی میزنیم، چون چسب فورمرمون از بین میره. و بعد این قسمت از حالت رجر بودن در میاریم فرم رو و انحنا یا کرب بهش میدیم دوستان. و بعد روی سطح ناخون ما چک میکنیم که ببینیم اندازه هر چسبش رو ما در میاریم و روی ناخون میچسبیم. برای اینکه دوستان عزیز فورمر کامل زیر ناخن قرار بگیره و درست نصب بشه، باید بعضی فورمرها رو به شکل سر صدف ناخن ما برش بزنیم و این برش باید بین این دو خطی که نشون داده شده باید قرار بگیره. یعنی ما این برش ها رو این قسمت و این قسمت ناخن برش میزنیم که این فورمر کامل زیر ناخن قرار بگیره و همسط بشه با صدف ناخونمون. خب حالا ما این کار رو انجام میدیم. این خطی که ملاحظه میکنید خط وسط فورمر هست. میبینید این خط باید موازی با وسط ناخون و دو خط، ببینید باید دقیقا وسط ناخون قرار بگیره. این موازی با قسمت کوتیکول که فورمرتون کج چسب نخوره عزیزان. اگر که فورمرتون خوب جا نیفته و حالت شیب پیدا کنه، ببینید دوستان فورمرتون حالت شیب پیدا کنه، زمانی که شما کاشتو انجام میدین کاشتتون تیپ عقابی پیدا میکنه و کاشت شما رو خراب میکنه. پس خیلی مهم هست که تیپ کارتون درست نصب بشه، صاف هم سطح ناخون نصب بشه که کاشتتون رو خراب نکنه. خب ما این قسمت خط وسط فرمه رو با این خط مرکزی قسمت کوتیکول تو این راستا قرار میدیم و بعد میچسبونیم که فیت ناخون بشه. بعد از این که چک کردیم که مناسب هست، این قسمت دوستان همینطور که ملاحظه میکنید عزیزان، این قسمت ناخون و فورمر فاصله داره و برای کاشت ما مناسب نیست. یعنی باعث میشه که این قسمت ها مواد نخوره و از همین قسمت ها کاشتمون بشکنه یا جدا بشه. خب ما این قسمت همینطور که ملاحظه میکنید خط رو برش میزنیم. دوستان گاهی اوقات نیاز هست که غیر از این برشی که زدیم ما روی سطح ناخون که میگذاریم، نیاز هست که این قسمت مثلثی رو ما در بیاریم. حالا من این کار روی سطح روی ناخون چک میکنم و اگر نیاز بود جداش میکنم. خب ما این کار رو میگذاریم. همینطور که ملاحظه میکنید نیاز هست که برش ها یک مقدار بیشتر باشه. خب اندازه دوستان عزیز این قسمت کار رو یک مثلثی من جدا می کنم. ببینید من این قسمت رو جدا کردم. دوستان عزیز اگر که گذاشتید روی سطح ناخون و دیدید این گوشه ها هنوز نیاز داره به اینکه به سطح صدف ناخون، به لبه آزاد ناخون یک مقداری از این قسمت کار برش بخوره، خودتون باید چک بکنید. من یک مقدار از این قسمت رو برش میزنم و میگذارم روی ناخونم. ببینید کاملا این دوستان عزیز کاملا روی سطح ناخون من فیکس شده و
صاف صاف هم هست. ببینید حالا من اینو روی سطح ناخن حالا که اندازه شد میچسبونم کار رو. این دوستان عزیز این قسمت مرکزی رو ما زیر این کار میچسبونیم، زیر این قسمت فرمر میچسبونیم، پس چسب این کار رو هم جدا میکنیم. خب عزیزان فرمر رو همینطور که ملاحظه میکنید به همین ترتیبی که من خدمتتون عرض کردم این قسمت ها رو جدا کردیم و فرمر رو روی صدف ناخون، زیر صدف ناخون، ببینید زیر ناخون قشنگ ما نصب کردیم. این فرمر الان همینطور که ملاحظه میکنید عزیزان صاف هست، یعنی زمانی که ما میخواییم مواد گذاری کنیم مشکلی به وجود نمیاد. اگر که فرمه رو خوب قرار ندید به سمت بالا بیاد یا به سمت پایین بیاد کاشتتون رو خراب میکنه. پس همینطور که ملاحظه کردید نصب فرمه به همین صورتی بود که من خدمتتون عرض کردم. اگر که فرمری اندازه نبود پس از این خطها کمک میگیریم در راستای خود ناخون، از این خط مرکزی که روی فرمر هست روی خط ناخون قسمت کوتیکول، ببینید ما استفاده کردیم و فرمر رو زیر سطح ناخون چسبونیم. یعنی ما الان این ناخون رو هر چی ضربه بزنیم این فرمر اصلا جا به جا نمیشه. شما خیلی راحت میتونید کاشتتون رو انجام بدید. حالا کاشتتون میخواد حالت نکتیز باشه، بادومی باشه، این فرمه رو شما میتونید تیپ ترش کنید. اگر که میخواییم تیپ کاش مربع باشه یا مستطیل شما یه مقدار این کار رو از این قسمت از زیر چسبش رو یک مقدار کمتر میگه. این بستگی به نوع کاشت خودتون داره عزیزم. خب آموزش امروزمون به پایان رسید. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو برده باشید دوستان گلم. تا آموزش بعدی شما دوستان نازنین رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون عزیزم.